الله الرحمن الرحیم. باز هم سخن درباره آقای بهرام مشیری و افادات ایشان داریم. دو تن هستند، یکی اروپایی و یکی ایرانی، که اینها یه اعتقادات غریبی رو مطرح میکنن که با بسیاری از مورخان و محققان اعتقاداتشون مباینت داره. اون اروپایی یک بلژیکی است به اسم لامنس که خاورشناس. این اصراری داره در این که از امام حسین و امام علی و پیامبر اسلام بدگویی بکنه. برای این کار میره میگرده تو روایات، تو آثار، یه روایتی پیدا بکنه که به یه نحوی مثلا بتونه به اینها نیش بزنه. یه اصرار غریبی در اینجا داره، خیلی در دنیا مشهوره و حتی همکیشانش مثل جورج جرداق تو کتاب الامام علی سخت به این شخص حمله کردن، گفتن این چه غرض ورزی و پیشداوری است که تو میکنی که این همه آثار مثبت رو نمیبینی و این همه آثار منفی رو در طریق بنی امیه، در طرف بنی امیه، یزید و اینها نمیبینی و اینجور قضاوت میکنی و اینها. آقای بهرام مشیری هم نفر دومیست که من برخورد کردم، حالا شاید از این افراد زیاد باشم، اصرار غریبی داره که حق با مشرکین و بت پرستان قبل از اسلام بوده، دوره جاهلیت، و پیامبر خطا کرده، پیامبر نسبت به اونها قساوت نشون داده، پیامبر اونها رو بی جهت کشته. اونا مردمان خوبی بودن، حتی تصریح داره در سخنانش که قریش مردمان خوبی بودن، ولی به پیامبر اسلام سخت میتازه و حمله میکنه. در این حملات چون متاسفانه ایشون آگاهی از عربی نداره، شاهدش این است که هر کسی آیات قرآن رو حفظ باشه یا ماهر باشه در فهم و در حفظ اونها، میبینه که ایشون بعضی از آیات که میخونه اعرابش رو غلط میخونه و کسی که عربی بدانه اعراب رو حتما صحیح میخونه. حالا این هم ننگی نیست، بندم انگلیسی درست نمیدونم، منم زبان دیگر رو درست نمیدونم، ولی کسی که میخواد محقق در یه دینی باشه و اون دین آثار مهمش به زبان عربی است، باید با عربی کاملا آشنا و مسلط باشه. حتی خاورشناسان امثال بلاشر، امثال نولکه، اینا کسانی هستند که قشنگ زبان عربی رو میدونن، میتونن تکلم کنن با زبان عربی، مقاله مینویسن به این زبان. هرچند ایشون هم به من گفته فلان کس هم نمیتونه عربی صحبت بکنه، یه جمله بهش بدیم، اما من ادعام ندارم، ولی کتاب به زبان عربی نوشتم، فتح البیان کتابی است که به زبان عربی نوشتم، رساله به زبان عربی نوشتم، با عربهای که داخل کشور شدن عرض کنم یا در سفر مکه معظمه بکرده صحبت کردم، سخنرانی به زبان عربی کردم. به هر حال حالا بگذاریم از این حرفا، این من و منم خوب نیست، فقط چون از نظر اینکه ایشان یه همچین صحبتی در بیاناتشون فرمودن ناچار شدم این قضیه رو بگم. به هر حال مقصود این که چون عربی هم ایشان نمیدانند، مدرک ایشون دو چیزه، یکی این تاریخ بلعمی که تاریخ نامه طبری باشه به اصطلاح، یکی هم این کتاب سیرت رسول الله که هر دوش فارسیه و از نثر این دوتا ایشون خیلی خوشش آمده و از این حیث منم تحسینش بکنم، نثر قشنگی داره و راست میگن. عمده اینه که این دوتا یکیش اصلا اعتبار نداره. این تاریخ بلعمی یا تاریخ نامه طبری، ملک الشعرای بهار یک مقدمه مفصلی بر این نوشته و نوشته که این 10 نسخه شو من با هم مقایسه کردم، یکیش با دیگری موافق نبود و در طول زمان کسانی که حاشیه نوشته بودند، این حاشیه ها وارد کتاب شده و یک آش شده قلمکاری درست شده که اعتماد نیست بشه.
بنابراین مطالبی که این نقل میکنه و به گردن طبری میگذارد معلوم است خود بلعم این کار کرده باشه. اینا رو باید تطبیق داد با تاریخ طبری، با متن عربیش تطبیق داد تا فهمید که قضیه درسته یا نه. مثلا یه موردی رو من در نوار قبلی هم گفتم که تطبیق دادیم، مورد بود که گفته بود ایشان که تاریخ بلعمی نوشته پیغمبر با یه کلمه سخنی که زنش گفت عرض کنم که فرمود که تو با این کلمه دفاع کردی از این اسرای کفار و اینها، پس بنابراین طلاقش رو صادر کرد و بالاخره اون زن اصرار زیاد خواهش کرد و پیامبر طلاق داد. در صورتی که در متن اصلی که تاریخ طبری باشه به هیچ وجه موضوع طلاق پیغمبر مطرح نیست، فقط پیامبر به او گفتش که این سخن تو به نفع اینهاست، همین همین دیگه، سخن دیگه ای پیامبر اضافه نکرد. مقصود این که این کتاب اعتباری نداره. تمام ایشون هی اینو میخونه، این تاریخ نامه رو. اون مقدمه ملک الشعرای بهار هم کم کسی نبوده، مرد محقق بزرگی بوده، وزیر فرهنگ شدی وقتی و شاعر بزرگ ایران بوده، کاری نداریم به حالا خصوصیات ایشون. به هر حال ایشان اقدام کرده اینو چاپ کرده و در مقدمش اینطور نوشته، نوشته خیلی این نسخش با هم دیگه ناسازگار و اینها. اما همین کتاب رو هم مطالب مثبت درباره پیامبر اسلام زیاد داره و ایشون اصلا به اون قسمت ها توجه نمی کنه. هی شروع میکنه یه مطلبی که فکر میکنه یه خشونتی درشه، هی اونا رو بخونه و به رخ این و اون بکشه. اما مدرک دوم ایشان همین سیرت رسول الله که قاضی ابرقو که معاصر تقریبا با سعدی شیرازی بوده این رو به پارسی در آورده که همون سیره ابن اسحاقه که به پارسی در آمده. در مورد سیره ابن اسحاق هم باید تحقیق کرد. مثلا یه موردی رو ایشون نقل کرده از این سیرت رسول الله که درسته، نقلش درسته، میگوید که پیامبر اسلام در همون اوائل دوران مکه ایشانی وقتی داشتند خانه کعبه رو طواف میکردن، چون این اواخر که نمیذاشتن اصلا پیامبر طواف بکنه، اینا در شعب ابی طالب چند سال بودن و اونجا ابو طالب فوت شد و خدیجه از دنیا رفت و این مال همون اوائل دوران مکه است. بعد وقتی که یه دور طواف زد یه دسته از این رؤسای قریش بودن شروع کردن اونجا بد گفتن پیامبر. پیامبر تحمل کرد، در دور دوم طواف باز بد گفتن، دور سوم طواف تا بد گفتن پیامبر خشمگین شد و گفتش که من مأمور کشتن شما هستم، مأمور قتال با شما هستم، مأمور ذبح شما هستم. تعبیر اینطوریه و اونا ترسیدن و سخنی نگفتن. خب طریق تحقیق چیه؟ طریق تحقیق اینه که هر حدیثی رو بپذیریم. خود ایشون فریاد برمیاره گاهی، ببینید این احادیث اصلا اعتبار ندارن، چقدر حدیث دروغ گفته شده، در زمان خود من نسبتی رو به من میدن که من نگفتم، پس حدیث اعتبار نداره. اون وقت به حدیثی که تو این کتاب آمده از 1400 سال پیش ایشون اعتماد کرده. حالا طریق فهم این حدیث چیه؟ طریق فهم این حدیث اینه که به اصل سیره ابن اسحاق که من در کتاب خانم دارم و سیره ابن هشام که از ابن اسحاق نقل کرده رجوع کنیم. این حدیث رو خود ابن اسحاق به یک سندی از نوه زبیر نقل میکنه، از نوه پسر عروت ابن زبیر. عروت ابن زبیر عرض کنم پسر عروت ابن زبیر از خود عروه از پدرش نقل میکنه، عروه نقل میکنه از پسر امرؤاس، یعنی عبدالله ابن امرؤاس، که این عبدالله ابن امرؤاس میگوید که من در اونجا در مکه بودم، حضور داشتم که این اتفاق افتاد. پیامبر سه دور گشت و بار سوم به اینا اینطور گفت. اگر ما بریم تاریخ رو دقیق مطالعه کنیم، به کتب رجال مراجعه کنیم که تاریخ تولد و وفات این پسر امرؤاس رو ضبط کردن،
میگن این وقتی که پیامبر هجرت کرد 7 سالش بوده. اون اوائل پیامبر 13 سال در مدینه بودن. اون اوائل دوران مدینه که بگیم مثلا سال 4 و 5 مثلا، این تازه به دنیا آمده بوده. سال 6 هم مثلا یه بچه حد اکثر 3-4 ساله بوده. یه بچه 3-4 ساله عرب چطور بین اون رؤسا نشسته بود و این قضایا رو دقیق فهمید و پیامبر اسلام اینطوری گفت؟ و بعد ما به مدارک یه دیگه مراجعه میکنیم، میبینیم که در دوران مکه حتی بعضی از اصحاب گفتن، آقا به پیغمبر گفتن ما به جان آمدیم از بس اینا شکنجه کردن، ما رو اذیت کردن، اجازه دفاع بده. گفت پرونس فرمان خدا نیامده. فرمان خدا در مدینه آمد، یا به قول ایشون فرمان خدا نبود، سخن خود پیامبر در مدینه است که آیه قرآن هم هست، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. اجازه جنگ داده شد به کسانی که مورد ستم قرار گرفتن و خداوند بر یاری اینها تواناست. این کسانی که از شهر و دیارشون اینا رو اخراج کردن به ناحق، به جرم این که میگفتن ربنا الله، ما خدا پرستیم، بت پرست نخواهیم بود. این آیه در سوره حج، در یه سوره مدنی است. بنابراین چطور میشه که در سال 3، 4، 5، 6 مثلا به اسد در اوائل مکه پیامبر گفته باشه بله من مأمور قتل و جنگ با شما هستم، شما رو همه رو ضعف بکنم، سر ببرم؟ به نقل یه بچه‌ای که معلوم نیست اون وقت متولد شده باشه، از همون بچه های دوران جاهلیت، اگرم شده بود یه بچه 3-4 ساله 5-6 ساله حد اکثر بوده. خب روایت رو باید تحقیق کرد. وقتی که ببینیم که به یک کسی نسبتی دادن در یه عصری که اون در اون اساسا وجود نداشته، این یکی از راه های تحقیق روایته. ایشون با اینکه متخصص علم شیمی هستن، درس خوندن در این رشته، ما هم انکار نمی کنیم، بی خودی وارد اسلامیات شده، وارد تاریخ اسلام شده، بدون اینکه به علم درایه وارد باشه، به درک تاریخ، درک سندهای تاریخی چجوریه. بعد خودشو راحت میکنه، میگه آقا تاریخ غیر از حدیثه، حدیث ساختگی توش فراوانه، تاریخ تاریخه دیگه، نمیبینه. یعنی یه بار اگر به تاریخ طبری مثلا مراجعه کنه، قدیمی ترین تاریخه، تمام حدیثه. یعنی خود طبری میگه حدیث کرد مرا فلان کس از فلان کس از فلان کس از فلان کس تا برسونه به شخص آخری که اون حادثه ای رو نقل میکنه. امروز شکل تاریخ نویسی عوض شده و مورخ تحلیل میکنه، از اظهار نظر شخصی میکنه، به دلیل میاره، ولی در دوران قدیم تاریخ هم عیناً مثل حدیث بوده. بنابراین کسی که از طریق تحقیق در حدیث ناآگاهه، یا اصلا احادیث رو اعتباری برشون قائل نیست، اون چطوره که یک کتابی رو وارد واز میکنه که این اگرم درست نقل کرده باشه ترجمه یه حدیثی است که با مبانی عقلی و تحقیقی هم نمیخوره، اون وقت اظهار نظر میکنه. به هر حال ما میبینیم ایشون اعتبارش به کتب تاریخ به این دوتا تاریخ فارسی است که اینا رو میخونه و نقل میکنه و وضع اینها مشخصه که چجوره. بعد این دشمنی ایشان به نحو غریبی با پیامبر و مسلمان ها و اینها که هیچ نقطه عرض کنم که مثبتی در ماجراهای اسلام نمیبینه. میگه الله محمد در دوران مکه با الله او در مدینه فرق کرده. به کلی در مکه محمد خلیق بود، مهربان بود، عرض کنم که موعظه میکرد، پند میداد، اما باز خودش نقل میکنه که محمد به همون عده که در مکه هم بود گفتش که من مأمور شدم که شما رو بکشم، سرتون رو ببرم. باز اینم کوسه و ریشمنه، تضاد. بعد الله محمد در مدینه اهل جنگ بود و اهل جدال بود و اینها. خب آیا
یه کسی که در یه دورانی حرف حق میزنه و جمعیت کمی داره و اگر بخواد به جنگ نابود میشه، با این همین شخص در دورانی که هجرت میکنه قدرت داره، بازم باید بذاره بهش ظلم بشه، بازم باید بذاره بهش اجحاف بشه. اگه دفاع بکنه باید بگیم این آدم عوض شده، تا عبد لازم بود هرچی تو سرش میزنن صبر بکنه. این چه منطقی آخه؟ جنگ مشروع، جنگ صحیحی است. جنگ هم مثل همه چیزا صحیح و غلط داره. ایشون اخیراً خیلی از زرتشتیگری هم دفاع میکنه، میگوید که حضرت زرتشت عرض کنم که دستور به جنگ اصلا نداده، دستور به کشتار اصلا نداده. با این که دفاع شدید از آیین زرتشت میکنه، اما اوستا رو یه دفعه با دقت مثل این که نخونده. حتی گاته ها رو که قدیمی ترین بخش اوستاست و پور داوود ترجمه کرده، دیگران ترجمه کردن، اینا رو نخونده. من الان از روی گاته ها ترجمه آقای پور داوود که اوستاشناس بزرگی بوده و خود زرتشتی ها قبول دارن و استاد این فن بوده و ترجمه کرده این کتاب رو، برای شما میخونم. ببینید در همون گاته ها، نه حالا قسمت های دیگه که بعضی میگن اینا جز اوستا نبوده بعد بهش ملحق شده، در همون قدیمی ترین قسمت اوستا که همه قبولش دارن چه گفته و چه دستوری آمده. این کتاب گاته ها یا سرودهای زرتشته که ابراهیم پور داوود عرض کنم که ترجمه کرده. در یکی از گاتهای این در صفحه 145 بخش 8 اینطوری آمده: آنانی که زشت کردارن ناگزیر از فریفتارانند، لاجرم محکوم به زوال گردند، همگی فریاد خروش برآورند، شهریار نیکی باید تا آنان را گرفتار ساخته به خان و به خاک و خون در کشد و این چنین در مملکت خرم صلح برقرار دارد. سزاوار است که آن بزرگتر از همه آنان را به شکنج در آورد و فوراً به زنجیر مرگ دچارشان سازد. این قسمت 8 که نشون میدم تو فیلم که کسانی که آشنا نیستن، بله این قسمت 8 عرض کنم که گاتا. بعد قسمت 9ش: جای فساد و زوال از آن کسی است که به دین دروغین گرویده است، یعنی دینی که ضد زرتشتی نیست. این خارش برندگان آیین مقدس برانند که دینداران را پست نمایند و تن آنان به گناه آلوده است. کجاست نگهبان آیین آن سرور دادگر تا آنان را از زندگی و آزادی بی بهره سازد؟ از زندگی و آزادی. اینم این قسمتی که زیرش خط قرمز کشیدم عرض کنم که در اوستاست. خب این میگه کسانی که به دین دروغین گرویدن، دین دروغین از نظر زرتشتی اونا هستن که ضد زرتشتن، اینا آزاد نیستن، باید یه سرور یه امیر دادگری پیدا بشه پدر اینا رو در بره به خان و خون خاک و خون بکشتشون. حتی اینجا قید این که اگه اینا به جنگ شما آمدن هم نیست، قید این است که اینا مخالفت دارن میکنن عرض کنم که با دیانت. اما قرآن کریم میگه قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، بجنگید در راه خدا با اون کسانی که به جنگ شما آمدن. ولا تعتدوا و اعتداء یعنی ظلم و ستم و تجاوز به اونها نکنید. ان الله لا يحب المعتدين، خدا متجاوزین رو دوست نداره. باید عادلانه با اونها بجنگید، دفع شرشون رو بکنید. منطق قرآن اینه، منطق اوستا اینه. حالا گیرم هر دو مساوی باشن، چه معنی داره که شما عینک خوشبینی به یکی برای یکی گذاشتی، عینک بدبینی برای اون دیگری؟ تا میتونی
از این دفاع میکنی تا میتونی به اون یکی حمله میکنی. مدارک تاریخیت هم گفتیم که چیه. بعد تازه اگه همین مدارک مورد قبول شماست، چرا این قسمت‌های مثبت این مدارک رو نمی‌بینید؟ در همین قسمت‌ها مسائل بسیار پر اهمیتی نقل شده از قول پیامبر اسلام، از اعمال پیامبر اسلام. مثلا در همین تاریخ نامه طبری که در چاپی که امیر حسین، دکتر امیر حسین خنجی که مرد روشن فکر رو عرض کنم که محققیست، اقدام کرده چاپش کرده، اینجا آمده که در صفحه 221، پس پیغمبر علیه السلام دیگر روز بر کوه صفا بنشست و عمر ابن خطاب را رضی الله عنه فروتر از خیش بنشاند و اهل مکه همه موالیان پیامبر گشتند، زیرا که خدای عزوجل ایشان را از پس آن که با لشکر او حرب کردند با خالد ابن الولید و او را بر ایشان ظفر داد و ایشان را ذلیل کرد، همه فیع بودند، یعنی همه غنیمت بودند. اگر خواستی همه را برده کردی و به میان مسلمانان قسمت کردی. پیغمبر علیه السلام نکرد این چنین و همه را گردنها از بندگی آزاد کرد. نشون میده که پیامبر با اینکه میتوانست مثل چنگیز و مثل دیگران یا مثل ستمگران وقتی که فتح کرد انتقام جویی بکنه، همه را آزاد کرد. در تاریخ طبری هم نوشته که مردم جمع شدن گفتن با ما چه رفتاری میکنی؟ گفت که من به شما همون سخنی رو میگم که یوسف به برادرانش گفت: لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. این آیه رو خوند، این امروز حتی سرزنشی بر شما نیست، خدا شما رو میامرزه و او ارحم الراحمینه. این مسائل رو ایشون اصلا توجه ندارن که تو همین کتاب هایی که مورد توجه ایشانه، همین سیرت رسول الله که به اصطلاح ترجمه سیره ابن اسحاقه، به قدری در مواضع مختلف از رحمت پیامبر حمزه عموی خودش رو بسیار دوست داشت. وقتی که آمد دید که حمزه رو کمرش رو دریدن و جگرش رو درآوردن و اینها، به قدری متأثر شد که حد نداشت. ولی همین وحشی قاتل حمزه روز فتح آوردنش، پیامبر فرمود که من تو رو بخشیدم ولی زیاد جلوی چشم من نیا، برای اینکه من هی خاطره حمزه تو ذهنم میاد و ناراحت میشم. خب این مطالب رو چرا ایشون نمیخونه؟ از همین کتاب های مورد عرض کنم که اعتماد و اتکای خودش، یه چند نمونه ای ما بخوانیم بد نیست. خوانندگان عزیز، شنوندگان عزیز، عرض کنم که سخنان ایشون رو شنیدن. مثلا عدالت پیامبر رو در همین سیرت رسول الله عرض کنم که بعد جلد اول صفحه 561 آمده که در میانه صف یکی از صحابه راست بنا ایستاده بود، یعنی نه ایستاده بود یا بنا ایستاده بود، و نام وی سواد ابن قضیه بود با قین و زه، و سید علیه السلام، سید حضرت رسوله، همطور که ایشون هم قبول دارن وقتی از روی این میخونن توضیح میدن که مراد از سید پیامبره، و سید علیه السلام آن ترکه که به دست داشت بر سینه وی باز نهاد و گفت راست بایست. تو صفه ایستاده بودن، تو صفه سپاه، یکیشون نامرتب ایستاده بود، پیامبر با چوب که دستش بود زد به سینش، گفت صاف بایست. سواد دست بر سینه خود نهاد و گفت یا رسول الله، مرا درد برخاست، اکنون مرا بر تو قصاص است و تعالی تو را به راستی به خلق فرستاد و ظلم و حیف در حضرت تو نگنجد. سید علیه السلام جامه از سینه خود برگرفت و گفت یا سواد، بیا و همان تیر برگیر و بر سینه من نه، همچنان که من بر آن تو نهادم.
سواد گفت شاید. و چون سید علیه السلام سینه خود برهنه کرد، سواد برفت و بوسه‌ای بر سینه مبارک وی نهاد و دوبار باز رفت و بیستاد. پس سید علیه السلام وی را گفت یا سواد چرا چنین کردی؟ گفت یا رسول الله، حال چنین است که تو میبینی و کاری چنین فرا رسیده است و من میترسم که آخر عهد و آخر عمر من خواهد بود، یعنی جنگ، ممکنه منو کشته بشم، خواستم در آخرین لحظه با بدن تو یه وداعی کرده باشم. صفحه 561 و 562 که پیامبری که در میدان جنگ فوراً سینه‌شو لخت میکنه، میگه بیا اگه دردت من قصاص بکن، بزن به من. این شخص دیکتاتوره، این ستمگره، این ناعادله. این سالهای سال محمد امین بهش میگفتن به خلق دروغ نگفت، خیانت نکرد، بیاد حالا در اواخر عمرش به خالق دروغ بگه و خیانت بکنه. با این همه آیاتی که همش دعوت به خداپرستی است. در جای دیگر حکایتی آورده که امانت پیامبر رو نشون میده، امانت داری ایشون. میگه از جمله ایشان که در فتح خیبر شهید شد یکی اسود و راعی بود. راعی یعنی چوپان، یه چوپانی بود، اونم اسمش اسود بود. شبانی جهودان میکرد. ناگاه در آمد و گفت یا رسول الله اسلام بر من عرضه کن. سید علیه السلام اسلام بر وی عرضه کرد و مسلمان شد. سید همطور گفتم پیامبر مراد. پس چون مسلمان شده بود و گفت یا رسول الله من مردی شبانم و گوسفندان جهودان به امانت پیش من بود و من به اجرت آن را می ترانیدم. اکنون با اون گوسفندان چه کنم؟ تا باز خداوندان رسانم. سید علیه السلام گفت یا اسود برخیز و مشتی ریگ برگیر و بروی گوسفندان زن که ایشان خود باز خانه مالکان خود روند. پیامبر نفرمود که خب تو که مسلمان شدی، ما با این یهودی ها جنگ داریم، خب این غنیمته. عرض کنم که به ما گفت چون تو امین اونها هستی و چوپان اونها بودی، سزاوار نیست در اولین گام اسلامت با خیانت و امانت شروع بشه. گوسفندان رو بفرست طرف قلعه، برن اونها، بعد خودت بیا با ما. عرض کنم که مسلمانی قبولت میکنی. پس اسود برخاست و مشتی ریگ برگرفت و بر روی گوسفندان زد و گفت باز خانه خداوندان خود روید که من بیش از این شما را نخواهم ترانیدن. خداوند معنی همون صاحب و مالک. پس آن گوسفندان همچنان سر در حصار نهادند و برفتند تا به در خانه های خداوندان خود رسیدند. تا آخر بعد نشون میده که همین یهودی در اون جنگ شرکت کرد و به شهادت رسید، اسود رائی. خب این مطالب مثبت که نشون میده پیامبر در امانت، در عدالت اینطور دقیق بوده، یک کلمه ای از این مطالب ایشون نمیگه. حتی وقتی که من میگم که ما گاندی رو احترام میذاریم، عرض کنم که ولی پیامبر ما یه دستوری بهتری داده. گاندی کسی آمد پیش گفت بچه رو کشتم و همینطور نگرانم و مضطربم، گفت برو یه بچه مسلمان رو بگیرین و بزرگش بکن. خب یه همچه آدم قسی القلبی، اون بچه هم نمیتونست درست تربیت کنه، یه مدتی میگذرد آرام میشد و باز ممکنه خشونت به همین بچه بکنه. اما پیامبر یه کسی که این کارو کرده بود بهش گفت برو برده بخر و آزاد کنیم بردگان رو. بعد من از ابوالفتوح نقل کردم که ابوالفتوح از کامل التواریخ، از تواریخ مهم نقل میکنه. عرض کنم که بچه‌م ابوالفتوح رازی کیه؟ یعنی هر حدیثی که ایشون نقل میکنه با اینکه احادیث رو قبول نداره درسته و تحقیقم لازم نیست، شنوندگان و بینندگان همه باید قبول کنن در دست، اما هرچی که ما نقل میکنیم از کتب و مدارک اسلامی همه جای اشکال توشه. چرا؟ برای که ایشون یه پیش داوری داره که با پیامبر اسلام به سختی مخالفه، با قرآن به سختی مخالفه. وقتی که وارد قرآن میشه همش میگه اقتل المشرکین، مشرکین رو بکشید. این مشرکین کی هستن؟ باید ببینیم کیا بودن. این آیه در سوره توبه است که اسم دومش براءته.
اینا مشرکینی بودن که با پیغمبر صلح دوست صلح کردن، صلح حدیبیه. همین مداری که شما بهش متکی هستین داستان صلح حدیبیه رو به تفصیل آوردن که پیامبر با اینا صلح کرد و قرار شد 10 سال از کان متعرض هم نباشن. خود طبری نوشته که بعد اونا متعرض مسلمانان شدن، در حال نماز اونا رو به تیر بستن و یکیشون که نجات پیدا کرده بود آمد به پیغمبر گفت از قبیله خزاعه که قتلونا رکعاً و سجدا، در حال رکوع و سجود ما رو کشتن. بعد پیامبر عرض کنم که این دستور آمد، بله اقتل المشرکین. چنین مشرکینی که تعهد صلح باشن در به اصطلاح قوانین نظامی بین المللی بین تمام ملل دنیا، وقتی که یه ملتی با ملت دیگه، یه دولتی با دولت دیگه صلح کرده و تعرض نکرده یه مرتبه حمله کنه افراد اونا رو بکشه، طبعا صلح به هم میخوره. بله سربازای اونا رو شما باید حمله بکنید بکشید، حلوا خیر نمی کنن. اسلام دین غیرتمندانه است، نه اینکه هرچی بزنن تو سرت باز عرض کنم که تسلیم بشی و ضعف و زبونی نشون بدی. قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، بجنگید تجاوز نکنید. کسانی که به جنگ شما نیومدن، چرا شما فقط همین دستورات جنگ رو در قرآن میخونی این همه تفسیرهاش رو نمیخونی؟ چرا در سوره نساء نمیخونی که فین اعتزلوکم، اگر از شما کنارگیری کردن و نم یقاتلوکم و با شما نجنگیدن و القوا الیکم السلام و اظهار صلح بر شما کردن، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، خدا هیچ راهی بر ضد اونها بروی شما نگشوده، برای شما قرار نداده، حق ندارید اونها رو متعرض بشید، حق ندارید صدمه بهشون بزنید. اینا تفسیره هاست که نشون میده این جنگ جنگ انسانی بوده، این پیامبر این عدالتش بوده، اون امانتش بوده. شما صرف نظر میکنی از اینها، ولی وقتی که به اوستا میرسی، من به اوستا توهین نمیکنم، کتاب محترمیه، من پیامبر را باطنن حضرت زردوش رو پیامبر میدونم، عرض کنم که ولذا احترام میذارم. حالا این کتاب تحریف شده تغییر کرده خدا میدونه، به هر حال اونجا که میرسی این قسمت ها رو اصلا نمیبینی و من حسن ظن نشون میدم، میگم شما ندیدی، نه اینکه دیدی و کتمان میکنی، ندیدی. آقا جان دقت بیشتر بکن، اونجا هم هست، و دقت بیشتر این طرف بکن، رحمت و تفسیر های جنگ و عفو، این همه آیاتی که در قرآن ولیعفو ولیصفحو، باید عفو کنید، در گذرید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا دوست ندارین خدا شما رو بیامرزه؟ والله غفور رحیم، خدا بسیار آمرزنده و مهربانه. این در سوره نوره که مدنیه به اتفاق همه مفسران. شما میگی که محمد عفو و اغماز نداشته در مدینه، اون محمد مکه بوده که عفو و اغماز بوده. آیا فتح مکه که همه رو بخشید، آیا در جنگ حنین که به تصدیق همین تاریخ نامه طبری 6000 اسیر رو همه رو آزاد کرد که به جنگ پیغمبر آمده بودن اسیر شده بودن، همه رو دست جمع آزاد کرد شادمان شدن، اینا مال دوران مکه بوده؟ آیا سوره مائده که سوره مدنی است به دلیل الیوم اکملت لکم دینکم که توش آمده که امروز دینتون رو کامل کردم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا که همون اوالش آمده، این مکیه یا مدنی؟ مسلم مدنی است، اواخر مدینم هست. میگه لا تزال تطلع علی خائنت منهم الا قلیلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين، یک سره بر خیانتی از ایشان مطلع میشی مگر کمی از اونها، پس عفو کن و درگذر، خدا نیکوکاران رو دوست داره. اون آیه که شما به استهزا گرفتی که میگه جزاء سیئه سیئه مثلها، جزای بدی بدی مثل آنه، که قصاص رو داره میگه، قصاص عادلانه، منتها لفظ جزا رو به لفظ عمل میگه که نشون بده همونطور با پشتش رو چرا نمیخونی که میفرماد فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، سوره شورا. پس کسی که عفو بکنه و آشتی بکنه اجرش با خداست، تشویق بکنه مردم رو
فراتر از قصاص برید. ولذا در اسلام کسی که عزیزش رو کشته باشن میتونه ببخشه، عفو بکنه، و قرآن تو سوره بقره گفته اگر عفو بکنید گناهان خود شما بخشیده میشه. عرض کنم که امتیازاتی قائل شده بر مردم، تشویق کرده به عفو و احسان. خود پیامبر اسلام تو همین تاریخ طبری هست که نوه کوچکش رو که در شکم دخترش بود زینب، اونو اسود کشت، یعنی با نیزه زد به شکم اون دختر که روی شطور نشسته بود، پرتاب شد پایین، خونریزی کرد و سقط جنین کرد. بعد از مدتی که اون اسود پریشان بود، پیامبر گفته بود باید حتما قصاص بشه، دیرش بیاریم قصاص میکنیم. بالاخره گفت شبا خوابم نمیبرد. بالاخره خودش بعد از قضیه برگشت پیغمبر از حنین آمد مسجد مدینه و همه گفتن یا رسول الله اسود آمد. پیامبر خواستن اینا همت کنن پاشن یقشو بگیرن. پیامبر فرمود بذاریم ببینیم چی میگه. آمد گفتش که یا رسول الله من اینطور کردم، اعتراف دارم به عرض کنم که گذشته بد خودم، حالا مسلمان شدم و فکر کردم شما در کرم و بخشندگی از همه بالاتری، بالاخره منو میبخشی. و پیامبرم فرمود الحمدلله الذی هداک للاسلام، خدای رو ستایش میکنم که تو هدایت کرد به اسلام، دست از بت پرستی و اون حرکات قبلی برداشتی و مسلمان شدی و قصاص هم نکرد. عموش رو کشتن، وحشی قاتل حمزه رو بخشید. نوش رو کشتن، اسود قاتل نوش رو بخشید. این همه بخشش و کرم شما اینو نمیبینی، فقط نشون میده اقتل المشرکین، بکشید مشرکین رو. بله، وقتی مشرکین مردم رو به تیر بستن، صلحشون شکستن، باید بکشن. ولی اون تفسیرهایی که میگه کسانی که به شما کاری نداره، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، چرا اونا رو نگاه نمیکنی عزیزم؟ بعد ایشون تجلیل میکنه از کسانی که خودش بر ضد اونها عمل میکنه. به قدری با مسلمانها دشمنه، غیر از مسلمانهای هموطن خودش، با مسلمانان حتی پاکستان هم که کاری به کاریشون نداشتن مخالف، و فوری طرف هندوها رو میگیره. هندوها آدمایی بدی نبودن، مسلمان ها اونا رو زدن کشتن. در صورتی که کتابهایی که در زندگی گاندی نوشتن، الان این کتاب رو یک هندی نوشته، مترجمش هم آقای عنایته، محمود عنایت، که سالها مجله نگین داشته، الانم در خارج هست، هر کجا از خدا یارش باشه. عرض کنم که مرد متتبع، دانشمند، زبان‌دان، این شرح زندگی گاندی و پیروان اوست. ترجمه اگه درست بخونم و مهتای همچی کسی که از هندی‌ها اینو نوشته در زندگانی گاندی، در اینجا نوشته که گاندی به خاطر اینکه هندوها و مسلمان‌ها دائما به هم خشونت می‌کردند روزه می گرفت، روزه های تا پایان عمر، که اینا دست بردارن با هم دوست بشن، برادر بشن، و اینا فوراً رؤساشون می اومدن متعهد می شدن که دست بردارن رؤسای طرفین، چون طرفین به هم ظلم می کردن هم دیگر می کشتن. ایشون میگه ما ندیدیم نشنیدیم که هندویی به مسلمانی ظلم بکنه، همش این مسلمان های پاکستانی بودن که بعد رفتن پاکستان، البته وقتی در هند بودن هندوها رو می کشتن، صدمه می زدن. در صفحه 227 میگه گاندی دو بار برای اعاده تساهل مذهبی در هند روزه تا دم مرگ گرفت. اولین روزه او در کلکته، آخرین دستاورد بزرگ او نامیده شد، چرا که به گفته مونت باتن، اگه درست خونده باشم اسم این شخصو، برای ممانعت گروه های هندو و مسلمان کلکته از تکرار قتل عام‌های سال پیشین، هر دوشون، هم اینا اونا رو میکشتن هم اونها اینا رو، نقش یک نیروی بازدارنده یک نفره را ایفا کرد. او هر یک از روزهایش را هنگامی شکست که رهبران هندوها و مسلمانها و سیکها به او قول میدادند که بکوشند تا پیروان خود را وادار به زندگی با یکدیگر در صلح و صفا کنند. این همچه مردی بوده. شما دائما مسلمانها رو متهم میکنید به نفهمی، به نادانی، به خشونت، حتی از مسلمان ایران فراتر میری، میری تو هند میگی حق با هندوهاست، مسلمان ها به اونا ظلم میکردن.
بعد هم تعریف از گاندی میکنیم که چه مرد عرض کنم که بزرگی بوده، چه جور مسالمت و صلح در بین افراد اینجا. شما که همش یه طرفه داری قضاوت میکنی. بعد شما ضد ایرانی هستی با این حرکاتت، مردم ایرانو که 190شون مسلمان هستن تحقیر میکنی، تجهیل میکنی، به جهل نسبت میدی، به ظلم نسبت میدی، اون وقت دم از ملی گرایی میزنی. انسان واقعا مبهوت میشه از این گفتار متناقض، از این سخنان عجیبی که ایشون مثلا داره. بعد میگوید که ما با سنی ها کاری نداریم. مگه من کاری دارم؟ من که راهی به سوی وحدت اسلامی نوشتم. عرض کنم که ما به شیعه هم کاری نداریم. مگه ما با شیعه ها سر جنگ داریم؟ شما میگید من با یه دسته از شیعیان فقط مخالفم. خیلی خوب، پس با سنی ها کاری نداری، با دیگر مسلمان ها کاری نداری، با بخشی از مسلمان ها با شیعیان کاری. ولی این کار نداشتنه که نشستید اونجا یک سره به تمام مقدساتشون حمله میکنی، توهین آمیز و تحریف شده به پیامبر اسلام حمله میکنی، به علی حمله میکنی، به امام حسین حمله میکنی، به شخصیت هایی که نزد اینا هیچ کاری ما باشند، مخالفتی باشند نداریم، فقط به رؤساشون بد بگیم و فوش میدیم. بعد میگه که مسلمین صدر اسلام هم به بت‌ها و بت‌پرست‌ها فوش میدادن. بله، چنین جهالتی داشتن گاهی، ولی قرآن آمد جلوش گرفت. در سوره انعام برید بخونید، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حتی معبودهای اینها رو غیر از خدا رو نباید شما ناسزا بگید، اونام برمیگردن به خدای شما ناسزا میگن. حضرت علی علیه السلام در جنگ با معاویه دید که دارن سپاهش به اونها ناسزا میگن، فرمود که انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من دوست ندارم شما سب بکنین، فوش بدین، ولی بگید خدایا خونهای ما و ایشان رو از ریختن حفظ کن، بین ما صلح و آشتی برقرار بکن. شما این نقاط مثبت رو اصلا نمیبینی، اینه که سیاه و زدی یک سر به مسلمان ها حمله میکنی. بعدم میگی که ایرانی چنین چنان. خب این مسلمان ها مگه ایرانی نیستن؟ مگه هموطن شما نیستن؟ مگه آزرده نمیشن از این فحاشی های شما نسبت مقدساتشون؟ با ایشون که ما پدرکشتگی نداریم. من که به خانواده ایشون، به خود ایشون، به تحصیلات ایشون منکر نیستم، حمله نکردم. به مطالبی که ایشون یک رویه تحریف شده، سر و تهش زده شده از تاریخ یا از قرآن نقل میکنن و میگم که آقا رشته تخصصی شما این رشته نیست، کما که منم اگه بخوام در یه چیزهایی دخالت بکنم حق ندارم، رشته تخصصیم نیست، کار نکردم اونجا، نمیتونم از سر حب و بغض در اون قسمت ها وارد بشم. شما در اینجا وارد میشی به یه ملتی، به یه فرهنگی داری حمله میکنی و بعد رجزخوانی میکنی که بله اطلاعات گفته این شخص یک امتی رو میتونه همه رو گمراه بکنه، خیلی با نفوذه. خیلی عزیز من، وقتی شما با نفوذی که حقایق رو بگی، اگر منفی هست اون رو هم بگی، اگه مثبت هست اونم بگی، مطلبی اگه میاری تحقیق کرده باشی، نه اینکه یه ترجمه ای از یه کتابی پیدا کنی همون رو بخونی، در حالی وقتی تحقیق کنی میبینی سندش میرسه پسر امرؤاس که در اون حادثه اصلا معلوم نیست وجود داشته، اصلا به دنیا معلوم نیست آمده باشه یا نه. خب معنیش اینه که همه افراد این ملت سطحی هستند، هر چی شما بگی تسلیم هستن، یه محقق بینشون نیست که بره بگه و با شما رو بگیره بگه قضیه بابا اینطور نبوده. این توهین به یه ملتی است، این منم منم کردن ها که بعد اطلاعات گفته این امتی رو میتونه و زودتر از شرش خلاص بشیم. حالا گفته یا نگفته خدا میدونه، ولی این چه حرفیه شما میزنید؟ با کدوم مطلبت میخوای این 1400 سال تقریبا عرض کنم که ایرانیان و غیر ایرانیان مسلمان که مسلمان هستن همه رو برگردونی؟ آیا دست پاچه کسته یه محقق در ایران نیست که بتونه پاسخ شما رو بده؟
میگوید که بله، بالاخره این مرد بزرگ این گاندی رو کشتن. اما کی کشت؟ یه هندو، نه یه مسلمان. شما که میگفتی هندوها همه اهل مسالمتن، مسلمانها آدم کشن. گاندی رو که شرح زندگیشو بخونید، یه هندوی متعصب کشت. هندوها بیشتر از مسلمان هاش مخالف بودن که بالاخره ریختن کشتنش. چرا این قضایا رو شما نمیبینید؟ چرا یه کلمه ای رو که قرآن میگه نسبت به کفار وغلظ علیهم، اینو نگاه میکنی بعد میگی یعنی بزن و بکش؟ وغلظ علیهم سخت بگیر بر اونها، یعنی حتما بزن و بکش. پس چرا این آیه رو نمیخونی؟ فبما رحمت من الله لنت لهم، به رحمت خدا نرم شدی برای اینها. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر خشن سخت دل بودی از اطرافت همه پراکنده می شدن. فاعف عنهم، پس درگذر از این خطاکاران. و استغفر لهم، و برای اینها آمرزش بخواه. اینا رو چرا نمی بینی؟ بله، در جایی وغلظ علیهم، جنایتکار و آدم کش و دزد و سارق و فلان رو باید سختگیری کرد، نه اینکه راه باز کرد برش هر غلطی بکنه. مورد شما باید ببینید چیه، نسبت به چه کسانی است، چه کاری کردن، جرمشون چی بوده. و بعد باز عرایض من رو یه دقیقه میذاری سرتاش رو میزنی، شروع میکنی نیم ساعت صحبت کردن، میری این طرف اون طرف تو عربستان که آب اونجا کم بوده، فلان چیز زیاد بوده، فلان چیز کم بوده. یا اصلا سخنان منو نذار، یا میذاری کامل بذاری یه قسمتی رو که مردم آزادانه انتخاب بکنم، هم اینو بفهمن هم جواب شما رو بفهمن، آزادانه انتخاب بکنم. کما که ما هیچ وقت یه تیکه از سخنان شما رو نذاشت. و بعد چرا وقتی که یه اشتباهاتی ازت میگیرن اعتراف نمی کنی؟ این اعتراف انصاف شما رو میرسونه، اشخاص رو جلب میکنه که این شخص منصفیست. اونجا از ترومن دفاع میکنی که ترومن مرد خوبی بوده، مرد بزرگی بوده، ضبط شما هست، نوار شما هست. من امیدوارم دوستانم اینا رو همه رو پیاده کنن، جوابهای من رو هم زیلش بیارن، یه کتابی به شما منتشر بکنیم که همه بخونن بفهمن که شما چی گفتی و جوابش چیه. اون وقت وقتی که من ایراد میکنم میگم که او که اجازه داده بمب اتمی در هیروشیما منفجر بشه، هزاران تن کشته بشن، که خودت هم در این زمینه کتاب نوشتی، عرض کنم اینها، از چنین شخصی با لحن موافق دفاع میکنی، بعد من که به شما ایراد میکنم که این دفاع نداره، این چه دفاعی سازشون؟ شما جنگ های پیامبر حمله میکنی، اون وقت به این آدم کشی دفاع میکنی، میگی ترومن شخص خوبی بوده، شخص مهمی بوده، بعد میگی اینا رو که من نگفتم، ترومن کرده این کارا رو، اینا دلایل ترومن، به من چه ربطی داره؟ مگه شما وکیل مدافع ترومن هستی بعد از چندین سال و مرگ اون رو تموم شدن قضایا که این مسائل داری مطرح میکنی؟ اونجا به لحن موافق گفتی و تأیید داشتی ترومن رو میکردی، به جایی که بگی بله اینجا من نباید اون رو تأیید بکنم، فوری میای توجیه میکنی، بعد اسم سخن ما رو میذاره مالکشی، اسم مال خود شما منطق ضد سفسطه و ضد مغالطه است. من نمیدونم این مغالطه است یا عرایض بنده سفسطه و مغالطه است. فعلا در همین جا سخن رو قطع میکنیم، امیدواریم بعدها باز هم موفق بشیم با شنوندگان عزیز سخن بگیم. قصد و غرض توهینی هم به ایشون نداریم، ولی چون محیط سکوت کرده سخنان ایشون رو، عده اعتنا نمی کنن، عده میگن رهاش بکن، اصلا جواب نده، من وظیفه خودم میدونم که این مغالطات رو بیان بکنم و تاریخ صحیح رو بخونم یا آیات شریفه رو بخونم و نشون بدم که اسلام اونطور که ایشون وصف میکنن نیست. الاسلام یعلو، اسلام بالاتر از این حرف هست. درود بر کسی که راه هدایت رو پیروی کرد.